باور نمی کند دل من مرد دوست را. نه من این یقین تلخ را باور نمی کند. تا همدم من از رویای سرخت ای رفیق، من با خیال مرگ تو دمی سر نمی کند. درود به همه شما عزیزان که با دلی غمزده از دور و نزدیک برای وداع با عزیزمان پرویز دل دادند و سپاس صمیمانه از همدردی، همدلی و همبستگیتان که بی‌پردی مرهمی است بر این درد مشترک، به ویژه برای خانواده داغ‌دیده که غم عظیمی را بر دوش می‌کشه، تسلایی امیدواری باشه. من خوش می‌داشتم که در مراسم شادمانه‌ای در کنار رفیق عزیزم پرویز، مثلا توی جشن ازدواج فرزندانش یا تولد نوه‌ای و یا به ویژه جشن سرنگونی جمهوری اسلامی و سرنگونی اون به دست مردم زحمتکش به استقرار آزادی و برابری که خواست مشترک همه ما و پرویز بود. اما در این قدر به دست حادثه دگرگونه رقم خورد و اکنون وداع آخرین با این رفیق عزیز را به سوت نشسته ایم. کلام از توصیف این همه درد ناتوانه، پس با هم می‌ایستیم و با گرامی داشت پرویز عزیز دقیقه ای در او تأمل می‌کنیم. درود بر پرویز عزیز. پرویز جان، یاد تو همیشه با ما هست. عزیزان، این مراسم گرامی داشت متعلق به همه ماست و با مشارکت هم اونو پیش میبریم. من قبل از هر چیز از پروین عزیز، خواهر گرامی پرویز، تقاضا میکنم، اگرچه میدونم خیلی براش سخته، ولی به خاطر این که بیشتر از هر کسی دیگری در جریان زندگی پرویز بوده و به خاطر رابطه بسیار نزدیکی که با اون داشته، از زندگی پرویز عزیز برای ما بگید. قبل از این که پروین شروع کنه، این حادثه بسیار ناگهانی و غافلگیر کننده بود و همه ما رو غافلگیر کرد. به همین علت در تدارک این برنامه روی اون سراسیمگی و استرسی که وجود داشت دقت نشد که امروز که روز خاکسپاری هست، در این حال مصادف با تولد عزیز ما مانی فرزند پرویز هم هست.
ما بعد از اینکه متوجه شدیم قدری جا خوردیم، سراسیمه شدیم و فکر کردیم که ممکنه این تأثیر جالبی نداشته باشه برای کاری. تلاش کردیم که جابجا کنیم ولی ممکن نبود. منتها بعد که مقدار بیشتری توی این موضوع تأمل کردیم دیدیم که خود این واقعه یک پیام با خودش داره و اون این که در این حال که تناقض زندگی، تولد و مرگ این میتونه تداوم زندگی فردیز باشه. به همین دلیل گفتیم که همینجوری که این اتفاق افتاد به خودش به همین صورت باقی بمانه. بنابراین امروز ما یک چشم گریان داریم و یک چشم خندان داریم و در این حال تولد مانی عزیز رو هم بهش تبریک میگیم و امیدواریم که مانی با تلاش خودش هم در این حال شاهد اون دنیای دیگر و دنیای بهتری که آرزوی باباش هم بود باشه. حداقل مانی این دنیا رو ببینه اگر ما نتونستیم ببینیم. فرمین عزیز پرویز توی یه خانواده فرهنگی دنیا اومد. پدرمون از افسران تصفیه شده دوران حزب توده بود که بعد از اخراج از ارتش به معلمی رو آورد و دبیر دبیرستان های کرمانشاه شد. رفت آمدهای فرهنگیان و دوستان نزدیک پدر مثل علی اشرف درویشیان، تبریز گرجی‌بیانی، هرمز گرجی‌بیانی و اون روابطی که طول جمعهای اینچنینی شکل گرفته بود، فعالیت های آگاهگرانه و فرهنگی پدر در میان دانش آموزان و تشویق به کتاب و کتابخانی در شکل‌گیری شخصیت پرویز نقش بسزایی داشت. همونطور که میدونه هرمز گرجی‌بیانی بعد از انقلاب از بنیانگذاران کانون معلمان کرمانشاه بود که بعدها اسمش به کانون مستقل معلمان آزادی خواه تبدیل کرد. هرمز نیمشب دستگیر و پس از شکنجه همون شب اعدام کردند. مرگ هرمز ضربه سهمگینی بر پدر و بر پرویز بود و دو سال بعد هم پدر دارالفانی را وداع کرد. پرویز پس از گرفتن دیپلم ریاضی از دانشگاه رازی کرمانشاه در رشته فیزیک به ادامه تحصیل پرداخت و دوران دانشگاهش مصادف بود با سالهای انقلاب و اوایل سالهای شصت و اون دیگه رو به بندهای رژیم جمهوری اسلامی. پرویز تو اون تظاهراتهای ضد رژیم شاهنشاهی به طور فعال تو دانشگاه و در سطح شهر شرکت داشت و به دلیل فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه تصفیه شد. البته بعدها تونست به ادامه تحصیل بپردازد. با از دست دادن پدر در جوانی، پدری سرپرستی خانواده رو عهده گرفت. برای خواهر و برادر کوچکتر خودش پدری می‌کرد. در این حال که در تنگدستی روزگار می‌گذراند و با خون و کوشش و زحمت به سختی قادر به گذران زندگی بود، از کمک و یاری به دیگران هیچ‌وقت دریغ نمی‌کرد. با شروع جنگ و بمباران‌های کرمانشاه، پرویز هم مثل سایر اعضای خانواده مجبور به ترک خانه و رفتن به تهران شد و در تهران به کارهای گوناگونی پرداخت. پرویز با علی اشرف درویشیان سوای رابطه فامیلی و دوستی علاقه و عشق خاص و رابطه خاصی داشت، به طوری که بعد از شنیدن آزادیش از زندان بلافاصله شبانه به تهران میره و اون با خودش به کرمانشاه میاره که
که خودش مورد استقبال وسیع مردمی قرار میگیره. پرویز بعد از انقلاب شروع به فعالیت در صفوف نیروهای چپ و کمونیست کرد. ارتباط و دوستی‌های نزدیکی که با طیف گوناگون نیروهای چپ داشت، عزم پرویز در ادامه مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی برای آزادی، برابری و سوسیالیسم بیشتر کرد. به بزرگداشت یاد فعال مصطفی سلطانی و به دلیل دوستی نزدیکی که با امجد داشت، امجد مصطفی سلطانی، اسم پسرش فعال گذاشت. با شهادت رحمت خوشدارمند شوهر خواهرش، پرویز رفیق و دوست صمیمی از دست داد. در سال 64 پرویز فرزند دو سالمه خواهرش با تحمل سختی و خطرات فراوانی و با توجه به خطر دستگیری، زندان، شکنجه برای ملاقات خواهرش به اردوگاه پیشمردان راهکارگر بود. با رفتن به محل‌های راهکارگر و دیدن فداکاری‌ها، جانفشانی‌ها و زندگی سخت پیشمرگا تأثیر زیاد این روحیه پرویز گذاشت و به جرأت میتونم بگم که نقطه عطفی در زندگی مبارزاتی پرویز وجود داشت، به طوری که بعد از برگشت در صفوف راهکارگر به فعالیت پرداخت، در کمک رسانی، در دادن امکانات، کمک‌های مالی، رابطه گیری، پناه دادن به مبارزان فراری از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کرد. در خانه‌اش اون اوضاع احوال سخت، اون بیگیرو به بندها بر روی همه انسان‌های مبارز، همه کسانی که از دست رژیم به تنگ آمده بودن و احتیاج به کمک داشتن باز بود و هرگز مسئله‌های سیاسی، تنگ دستی، فرقه‌گرایی یا ترس مانع نمی‌شد که به دیگران کمک نکنه. در سال 94 پرویز به آلمان آمد و رسماً در واحد هانوفر به عضویت پذیرفته شد و به فعالیت در صفوف راهکارگر پرداخت. پرویز در آلمان در حرکات، در اعتراض‌ها، تظاهرات، اعتصاب‌ها و سایر فعالیت‌های سیاسی شرکت فعالی داشته. پرویز برای من یه برادر نبود، برای من رفیق، حامی، پشتیبان و مثل سنگ سکون من بود. موقعی که من از پسر خردسالم بودم، او از بچه‌ام مواظبت می‌کرد، مادری می‌کرد، پدری می‌کرد. پرویز برای همسرش، برای خواهرش، برای فرزندانش، برای سایر اعضای خانواده‌اش مثل یک کوه استواری بود که همواره ما میتونستیم بهش تکیه کنیم. به حرفامون، به درد دلامون با متانت گوش میداد بدون اینکه قضاوت بکنه. نظر خودش با آرامی و متانت میگفت و چقدر دلم برای گوش دادن به این درد دلها تنگ شده. پرویز حرفشو میزد، هیچ ادعایی نداشت، با صبوری بحث میکرد، به نظرات دیگران گوش میداد، اما به اون چیزایی که باور داشت، به اون چیزایی که قبول داشت، بدون شعار، بی سر و صدا عمل میکرد. پرویز برای خواهران و برای برادرش جای خالی مادر و پدره که از نوجوانی و جوانی از دست داده بودیم پر کرد. نه تنها به فکر فرزندان دلمند خودش که راده فعال و مانی بود، بلکه از صمیم قلب و با تمام وجود برای فرزندان خواهرانش مثل فرزندان خودش دلسوزی و فداکاری میکرد. پرویز از حوار انسانهای خوشقلب، مهربان، بی‌ادعا، صاف و ساده و البته همواره خندان بود. با شرافت و بی‌آلایش و با سلامت اخلاقی زندگی کرد. پرویز محبت و عشق خودش سخاوتمندانه نثار اطرافیانش میکرد. کسی که خوب دوست می‌داره دیگر تمامیش نمی‌شناسه و خودش به تمامی در راه همه کسایی که دوست می‌داشت ایثار می‌کرد. زندگی می‌کرد،
کار میکرد، رنج میبرد، شادی میکرد، پیکار میکرد، زندگی رو میساخت. من واقعا نمیدونم زبانم و این قلبم از این که بتونم اون احساساتم رو اونطور بیان کنم کوتاهه. ولی اینجا میخواستم یه تیکه از زبان رومان رام تو ژان کریستوف در رابطه با سرگذشت یه نسلی صحبت کرده اونجا. اونجا میگه که من سرگذشت غمگین نسلی رو نوشتم که رو به زوال میرود. هیچ نخواستم از فضایل و معایبش، از اندوه سنگی و از غرور سردرگمش، از تلاش‌های قهرمانی و از درماندگی‌هایش زیر بار خرد کننده یک وظیفه مافوق انسانی چیزی را پنهان کنم. و این سرنوشت نسل تبریز و تبریز هاست، با همه فضایل، با همه معایب، با اندوه سنگین، با غرور سردرگم و با تلاش‌های پهلوانانه برای ساختن زندگی و سپر کردن شانه زیر بار وظایف عظیم انسانی. پرویز نمرده و مرگ همان دروغ است، چرا که با عشق در تماس بود و هر چیز که با عشق در تماس از مرگ می‌رهد. او تنها در قلب آنانی که دوست دارند خفته است. سویدای عزیز، همسر گرامی عزیز مال قدیس، اگر شما براتون محدوده بخواییم حرف دلتون رو بشید. با سلام خدمت تک تک شما عزیزان، من چیزی ننوشتم، آماده نکردم، چون شرایطش نداشتم. خیلی سخته، خیلی سخته که بخوای نظر بدی راجع به انسانی که از خودت برتر بود، بهتر بود. من اصلا خودم در مقامی نمیدونم که بخوام راجع به پرویز صحبت کنم، ولی اینو میدونم که تو این 14 سال هر روز ازش یاد گرفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم. انسان بودن، انسانی زیستن، به حملات مثل یک کالا نگاه نکنی. اگر میتونی واقعا دستی بگیری کمکی کنی، اصلا این شعار نبود تو زندگیش. تا جایی که وقتی یکی میومدش مغازه بسته بزرگ داشت، میدید نمیتونه ببره و پاقا برم بگاه سبا زویده ایده سبا معلومیم میبیدم ایش داشته برده با خودش. مسیر بوده یا هموطن بود یا مسلم بود، همیشه به من میگفت اگر کسی اومد و پول نداشت، آب یا نون میخواست، اگر غریبه یا آشنا بهش بده. کسی که نون یا آب میخواد نگاه به جیبش نکن، باید بهش ببینه حتی اگر برنگرد. افتخاری بود برای من، عین این 14 سال افتخاری بود برای من که با این مرد آشنا شدم، با این خانواده مهربونش. من گفتم و نگفتم الانم میگم، دستشون رو میبوسم. و یکی از افتخارات زندگی من این 14 سال که با این خانواده نشستم، بلند شدم و مردی مثل پرویز همدم هم بود. نمیدونم، ای کاش مالی بتونه نصف پرویز باشه. اگه نصف پرویز هم باشه، من خوشبخت‌ترین مادر دنیا هم. همونجور که توی این مادر واقعا خوشبخت‌ترین زن دنیا بودم. به هیچ چی نگاه نمی کردم جز بودن پرویز. ما این 14 سال با هم چایی می خوردیم، با هم غذا می خوردیم، هر جا می رفتیم با هم بودیم. هر عکسی که قرار بود بندازیم سریع دستش دورشونه من بود. شهیناز گفت کوه ما بود، کشت ما بود، تکیگاهمون با اون ببرن، همه همون وحشت زده ایم، همه همون تنهاییم. باید واقعا یکی از بزرگترین افتخارات من اینه که به خاطر پرویز این همه زنان و مردان شکل و یک جا دارم میبینم. من ممنونم ازتون،
ممنونم که اینجا هستین، ممنونم که یاد پرویز گرامی می‌دارین و می‌دونم روحش شاده که انقدر مردان شریف و مبارز روزگار به خاطرش به زحمت افتادن و دست تک تک شما را می‌بوسم به خاطر تمام این زحمات. بیشتر از این واقعا چیزی ندارم بگم. گرامی عزیز چند سطری رو نوشته که خودش نمیتونه من براتون بازگوی کنم و مرسی که در اجاب که با وجودی که میدونیم خیلی سخت بوده نوشته این شخص. سلام خدمت دوستان و آشنایان عزیزی که ما را در این قم جانفرسا در آن نگذاشته. خواستم که خاطره ای تعریف کنم. دنیای من پر از خاطره ای پدر و مادر و برادر. نمیدانم کدام یک را باید بگویم. از بچگی بگویم که خودم را دوست میکردم و در مقابل بابا میایستادم و میگفتم من کبوتر بابا، من گنجشک بابا، من شکلات بابا. حقیقتا نمیدانم چه باید بگم. چند سال پیش بابا روزی به من زنگ زد، هوا گرم بود و من بیکار. گفت چی میکنی؟ گفتم هیچ، بیکار در خانه نشستم. گفت حوصله شنا کردن داری؟ حاضر شو بریم آکامدیشنزی. سریع حاضر شدم با هم رفتیم و عرض رودخانه را رفت و برگشت شنا کردیم. چقدر زیبا بود با هم بودن. خاطرات هیچ وقت از خاطر نمی رود، همونطور که عشق هرگز از بین نخواهد رفت. من عاشق پدرم بودم. صدایش آرامش بخش قلبم. هرگاه مشکلی داشتم با او صحبت میکردم، چون روح روانم را آرام میکرد. ماندم با نبود بابا چه باید کرد. هیچ وقت قبول نخواهم کرد که او دیگر نیست. برای ما که فرزندانش هستیم همیشه هست و خواهد بود. ای کاش یک لحظه چراغ روشن میشد و به من میگفتند نبودن بابا خواب بوده. بیدار شو و بگوید، بیدار شود و بگوید گل گل من. مرسی بدارش. عزیزان، همونطوری که در آغاز گفتم میکروفون در اختیار شماست که با صحبتی، خاطره‌ای، شعری، ترانه‌ای از رفیق عزیزمان عبید یاد کنید. هر کدام از شما دوست داره صحبت کنه. حسن عزیز سلام با شما. این نامه آخر دکتر پرویز و وحید خاند همه را دیگه گونه دیگه حرف بزن. میخواستم بیام حرف بزنم رو با اون نشتش لالی لالی شعر میخواهم شاید بحث بکنم رویی بیرم برم چه کنم حرف بزنم. ولی واقعا بعد از نامه اون گل و اون صحبت های همسر و خواهرش به ویژه این نامه بذار این شعر بخوانم. به دخترش بگم هست اینجا؟ آره شعر؟ خدا سیاد هست؟ آره میخوام اینا او بشنوه و الان میاد. و ما یک نسل عجیب غریبی از من دو سه تا نسلیم اینجوری با هم گره خوردیم، خیلی هم با هم فاصله سنی نداریم، میتونیم با خانش های مختلف سیاسی یه جوری با هم وصل بشیم. سرنوشت ما شکست و سماجت ما برای پیروزی بود و تا
دینش رفتیم و میریم و رفتند بسیار رفتگان. در جلسه پارتاکی که به یاد پرویز جان خصوصی برگزار شد من گفتم که بسیاری از یاران عزیز همه ما از اون پرویز که در کردستان یخ زد تا اون بسیار عزیزان که به دار آویخته شدند یا به جوخی تیر باران ایستادند را شنیدیم و اما مرگ تلخ، مرگ کبود تلخی دیگری داره. پرویز اون مرگ کبود رو تجربه کرد در سنی که کسی انتظارش رو نداشت، مثل خودش بود هم مرگش، بی ادعا، ساده، بی سر صدا، آرام و رفت و در یاد ما البته میمان. من این شعر رو که در واقع برای این نسل های خود ما سرودم اینجا به احترام اون عزیز و به احترام شما عزیزان میخوام. این سودایان سمج واقعا نمیتونم حرف بزنم، تجربه دارم. با فصل های در گذر باد پیران سر ایام را ورق میزنند و آواز های بومی میخوانند. اسب باد های زمان را در شبخانی هایشان مثل ستاره رصد می‌کنند. ای جان جان، جان جهان، نمان در چله زمستان. میادگاه سحرگاهیست شنگرفی و شکوفان با بادهای بهاری در مرغزار بی افق خیز. شیپه اسبان باردار و نمدم باران آنجا جهان جوان و نان آزادی با آبادی در هفت خان شادی خان اول خواهد شد. راه بهار در این گذار چون داس ما در شب ابری پنهان است. راه بهار در این گذار چون داس ما در شب ابری پنهان است. و راه پیمایان اما دسته دسته، گروه گروه، با چشمانی خسته دریایی آرزو، خورشیدی در سر، بغضی در گلو، از شبانهای خرافه و غارت گذر می کنند. بی خیال تاول پا بر سنگ لاغ سخت پای می کشند و راه می برند در فصل های خرگیزان، در فصل های سرد. پرویز جان، برای تحقق رویای تو و به همین دلیل تو با مایی، در مایی، در این راه پیمایی، همگام مایی. بنابراین یاد تو با ما زنده است، به این اعتبار نمرده ای و ننیستی. مبروک حسن عزیز، تنبیک عزیز،
صحبت میکنه از تجربهش با فرید عزیز. من اینجا به جا میدونم که مجدداً به سویرای عزیز تسلیت بگم، به دخترش، به دامادش، به پسراش بواد و مهدی تسلیت بگم، به خواهراش تسلیت بگم مجدداً، تسلیت به خانواده سویلا خانم که واقعاً در این شرایط خیلی بغرنج و پیچیده در کنار خواهرشون بودن، تسلیت بگم و نشون دادن این خانواده که هنوز ارزش‌های انسانی وجود دارد. تولد شروع مرگ فیلسوفی بود. از تولد تا مرگ زندگی است و در این زندگی خوبی ها در مقابل بدی ها، زیبایی ها در مقابل زشتی ها، انسانیت در مقابل ضد انسان بودن. که طبیعتاً رفیقمون پرویز جزو گروه اول بود، انسانی که هر کمکی که از دستش برمی اومد برای همه انجام میداد. من رفیقمون پرویز رو فکر میکنم 20 سال پیش آشنا شدم. به مرور زمان جای مختلف که میدیدم با اون چهره خندانش آدم رو جذب میکرد، آدم بود که انسانی بود که هیچ وقت تلخ صحبت نمیکرد، خیلی صبور بود همونجور که خواهرش اشاره کرد، آدمی بود که خیلی خوب گوش میکرد و من خیلی دوست داشتم این شنیدنش رو، حرفش هم طبیعتاً میزد. تلفن پرویز در پروژه‌ای که ما در ارتباط با کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران چند سال پیش شروع کردیم مطرحش کردن، اون ما گفت که من متاسفانه نمیتونم کمکی بکنم ولی یک ماشینی دارم و تو اگر امکانش رو میخوایی میتونی داشته باشی هر وقتی میخوایی. از اون پس طبیعتاً من خیلی مزاحمت ایجاد کردم. سویلا خانم شاهد این ماجرا بود، شب و نصف شب و بالاخره پرویز همواره یک بار نشد که این فرد از این کار احیاناً نبیده، همیشه آره بود. شاید تغییر زمانش بود ولی هیچ وقت به هیچ عنوان این که این کار رو نکنه نبود. براش مهم بود چون فکر میکنم که اصل موضوع رو گرفته بود که جنبش کارگری باید حمایت بشه و این یه مقدار پرویز رو اذیت میکرد که چرا نمیتونه توی جلسات سیاسی باشه و فکر میکرد از این طریق میتونه یک قدم کوچیکی برداره. اگه من بخوام که گزارش کانون رو بدم خیلی زیاد میشه ولی من میتونم به جرات بگم شاید ما 10 تن آهن با ماشین پرویز جابجا کردیم و طبیعتاً اول ماه مه 3 روز قبلش و 2 روز قبلش ماشین در اختیار ما بود با تمام خوشرویی که داشت هیچ وقت این مسئله رو پرویز از ما چیز نکرد، همیشه در اختیار ما بود. پرویز با ما بود ولی در جلسات نبود. من سعی میکردم بعد از اینکه شبکاری ها تموم میشد یه جورایی برسم به پرویز که ماشین رو بگیرم. بحث ها شروع می شود. اولش احوال پرسی بود، بعدش رویای حال بچه ها بود، فلانی چه کار میکنه، حالش خوبه، همه رو اون کسایی که می شناخت، رفیقمون بهرام، رفیقمون محمد، کسایی که مریض بودن می دونست، حال من رو می پرسید، می گفت تو کم اونها قلبت اشکال داره، مریضه، مواظب باش. درد دیگری درد خودش بود. به خودش خیلی فشار می آورد که این زندگی رو پیش ببره. یعنی خیلی آدمی بود پشتکار داشت، خیلی میخواست خوب زندگی کنه، عاشق خانوادش بود و میخواست که بهترین رو برای خانوادش، برای دوستانش، برای رفقاش احیا بکنه. متاسفانه در کنار ما دیگه نیست. پرویز بود، منم بودم براش.
الان پردیز نیست ولی من برای خانوادش هستم. مرسی. ممنون. هندیک جان، بیان آزد. من اول سلام کنم به همه حضار. بعدم شاید بر خودم هم عجیب باشه که من سابقه دوستی خیلی زیادی با پرویز برادران ندارم، خیلی سابقه کوتاهیه، ولی یه حسی تو من هست که دلم میخواد براش صحبت کنم. شاید در مورد خیلی آدم‌های دیگه، خیلی رفیق‌های بزرگ من که در گذشته هیچ‌وقت صحبت نکردم و اونم حالا شاید اگه حرف می‌زنم روشا میشه چرا اینجوریه. مسئله اینه که دختر این رفیق ما که صحبت کرد من یاد اون چیزی انداخته که همیشه تو وجودم هست، از دوره دبیرستان، از نویسنده ارمنی زبانی که تو آمریکا زندگی میکرد به نام ویلیام سارویان. شاید شنیده باشید این مردو که یه چیزی نمیشه، یه کتاب معروفی داره به نام کمدی انسانی در مقابل کمدی الهی دانته. اونجا یه چیزی بوده، این از دبیرستان که من رو خوندم همیشه تو ذهنم هست، میگه که تا زمانی که کسانی هستن به دختر یک مردی که مرده داره صحبت میکنه، میگه که تا زمانی که تو هستی و کسان دیگه هستن که از تو یاد کنن اون زنده است. ناراحت نباش، نگران نباش که اون مرده است. تا زمانی که کسانی هستن که از اون یاد میکنن اون زنده است. من تو این دوره آشنایی کوتاهی که با این رفیقم داشتم یه چیزی هست که همش تو ذهن من هست، هر وقت تا گفتن پرویز این دوتا اومد تو کله من، در من دیدار شد. اون چی بود؟ اون دوتا خصوصیت بود، یکی مهربانی این آدم، یکی اهل درد بودن این آدم. اهل درد بود به این معنی که من هر وقت که گذرم به هانوفر افتاد این تا فهمید من هستم اینجا اومد و با مهربانی منو پذیرفت، با من صحبت کرد. و چی صحبت کرد؟ تا می نشست ما 5-6 نفر بودیم فوری این بحث سیاست و جامعه و اجتماع و فلان را می انداخت. ما نشسته بودیم حالا عواف می کردیم همچی که چند دقیقه گذشت میزد میدونم که این یه دردی داره، شروع میکرد یه بحثی را میداخت و چندین ساعت را مغازش رو تحقیل کرده بود، من نمیدونم یا چطور بود، میدونشد چندین ساعت با ما بحث میکرد و چه مهربان بود. وقتی که خوندم توی فیسبوک که بچه ها اعلام کرده بودن که پرویز فلان، پرین دوتا اومد تو ذهن من که مهربان و اهل درد، و این دوتا اون چیزیه که برای من یعنی انسانیت. هر کی این دوتا رو داشته باشه انسانه، مهم نیست حالا هر غلطی میخواد بکنه به لحاظ فکری، هر کاری که میخواد، هر مشربی داره، هر مسلکی داره، اون برای من اصلا ارزشی نداره، حتی اون هر چی میخواد باشه. ولی این آدمیه که جهانی که من آرزو دارم، جهانی که من رویاشو میبینم با من همراهه و منو بیدار میکنه، یه حسی در من، و همین باعث شد که من دلم خواست از اون یاد کنم و فکر میکنم تا من یاد میکنم، تا من زندم، پس پرویزم هست. چون اون مهربانی و حس دردی که این داشت، دغدغه، پارسی میگن دغدغه، اهل دغدغه است. این دغدغه داشت، می نشست با من حرف می زد، پس تا من هستم اونم هست. خب وقتی من نیستم دیگه نه من هستم نه پرویز،
به دخترش گلاده هم که تو صحبت کرد میگم که تو هستی یادت میاد که بهتون گفت گل بانو یا هرچی الان یادم رفته چیده خشنگی میگفت تو هستی خب اون هست نگران نباش تو هست میتونی با اون حالت مهربانی این زندگی کنی داختم که خب تو نیستی که خب دیگه اونم نیست و هم نیستی بنابراین مسئله ما آسان میشه تحملش کرد مرسی با سلام و تسلیت به فرزندان و خواهران و دوستان پرویز برحال مرد پرویز برای مشروط بزرگی بود و من وقتی شنیدم اولین خاطراتی که با پرویز آسرا شده بوده بیش از 30 سال پیش برای من زنده شد متاسفانه شاید بیش از 12-13 سال ما ارتباطمون بسیار کم بود ولی من تقریباً وقتی تازه ازدواج کرده بودیم دعوت کردیم پرویز رو و در مراسم ازدواج من رو با شادمانی شرکت کرد و بعدش همینطور که پروین تعریف کرد در کمک و یاری رسانی به جنبش های کارگری در کردستان در ارتباط با ما هم قرار می گرفت. من بیشتر در واقع به اون دوران در نمی گردم به دورانی که در هانفر ما با پریس دوباره آشنا شدیم برمی گردم موقعی که هنوز فرزندانش و همسرش نیومده بودن و اونها در ترکیه بودن در واقع پرویز بسیار بسیار غمگین و ناراحت بود و تمام تلاشش هم این بود که بچه هاش و فرزندانش رو هر چی زودتر به اینجا بیاره و از نزدیک دوباره گرمای خانواده رو داشته باشه صبح در واقع راه میافتاد و تا شب کار میکرد که بتونه مقدار پول جمع بکنه و بتونه به سرعت این بچه ها فرزندان و همسرش رو بیاره و وقتی شب برمیگشت واقعا زیر پاهاش سخت تاول زده بود این رو من هیچ وقت فراموش نمی کنم و این رو بیش از 6 ماه این رنج رو کشید نهایتاً با خوشحالی و شادمانی دوباره تونست اون گرمای خانواده رو داشته باشه برحال پرویز انسان بسیار شریف انسان بسیار مهربان و انسان بسیار صبوری بود من از در واقع از صداقتش هرچی بگم کم گفتم ولی انسانی هم بود که خیلی کم میتونست در واقع حرف بزنه ولی وقتی حرف میزد لب کلام رو میگفت و میتونست با این با چند جمله تمام مطلب رو برسونه به هر حال من زیاد نمیتونم الان در این رابطه صحبت بکنم چون آمادگی هم ندارم ولی مجددا تسلیت میگم به خانواده عزیزش امیدوارم که غم آخرتون باشه و یادش هم همیشه گرامی برای همه ما یادش زنده است مرسی مرسی سارای عزیز آیا عزیز دیگه ای هست که صحبت کنه؟ همینجا دوستان یاران عزیز برای رفیق پرویز همه اینجا ما گرد آمدیم و این نشون میده که بسیاری
بسیاری از افراد و بسیاری از دوستانش عمیقاً به فکر اون بودن و گرد هم بودن تا بتونن یاد این عزیز گرامی بدارن. من از طرف قانون همبستگی با جنبش کارگری ایران به نمایندگی از رفقا برای شد یک تسلیتی به یک پیام احساسات همدردی پیام بکنم. در قبرستان اشتوکر که بودیم یک حالت دوگانه به لحاظ شخصی من دست داد. در یک طرف می دیدم که انسان مهربانی یه می دارن توی دل خاک و خیلی حالت تأثیر و درد و رنج احساس می کردم که اصلا وجود یک موجود مهربان درون خاک و بعدش در اساس نبودش، عدم حضورش در مقابل جمع افراد خیلی دردناک بود. و طرف دیگه می دیدم از اقصا نقاط میشه گفت جهان اروپا افراد مختلف رفقاش به فکرش بودن، آمدن اونجا و زیر شمشیر غمش رقص کنان حرکت کردن و این به انسان یه آرامش میداد که این فرد چگونه تونسته عشق خودش در دل افراد مختلف رفقای سابقش رفقای کنونی بذاره که اونها وقت بذارن، انرژی بذارن، زندگی خودشونه تعطیل بکنن، زندگی شخصی خودشونه تعطیل کنن و بیان در خدمت این رفیق امروز در کنار هم باشن. من یک بار دیگر از طرف کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران تأثیرات عمیق خودم به همه رفقا و دوستانش به ویژه اعضای خانواده گرامی رفیق پرویز بیان میکنم و میدونم و امیدوارم که همواره یاد و یادش جریان داشته باشه و افراد دیگه ای در اون با اون اخلاقیات و اون روش زندگی پرویز باز به میدان بیان و تعرض داشته باشه. با درود فراوان بر شما. ضمن تسلیت به تک از خانواده برادر بزرگوار پرویز و تشکر از شما ها که زحمت کشیدی اینجا حاضر شدید یادش رو گرامی بداریم. من چنانچه از لهجه‌ام پیداست، من کرد هستم و توی اون زمان توی کمیته کردستان راهکار گردم فعالیت داشتم. همیشه وقتی که یادش بخیر مادرم می اومد یک پای ثابت از کسایی که همیشه برای ما کمک مالی می فرستاد همین آب پرویز بود. من بهشون گفتم آب پرویز چون یه سال از من بزرگتر دوستم. وقتی که همین پسر من پرویز به سال نیمش بود توی ایران مونده بود اینا این با سخت چنانچه پرویز اشاره کرد به این نقطه. این خب خودتون میدونید مسیر کردستان خیلی ملیتاریزه شده بود، جمهوری اسلامی همه جا پایگاه بود و اینا، ما توی منطقه مرزی بودیم بین کردستان عراق و کردستان ایران. خود این مسیر خیلی طولانی بود و آوردن یک بچه خب لهجهشم لهجه کردیش فرق میکرد، مال کرمانشاه بود بیشتر فارسی از زراعت نیست. قبول این خطر و این فداکاری بزرگ میخواد. یک نکته رو میخواستم اینجا اشاره بکنم. پروین گفت که برای ما هم پدر بود هم مادر بود. برای بسیار بچه لحظه پرویز کوچولو مثلا نبوده مواظبتش میکرد بوده داخل اقصا حتما دیدیم که اون بچه که بغلش اون پرویز پسر ما شد.
این همون حس مسئولیتش رو چون من مضاف شده بودم با پدین بعد از اینکه فکر من رحمت دو سال بعد از اون توی سرمالیت توی کوها و اینا و ازشون بچه به جامعه مونده بود در حال برای اینکه بدونه یاد این خواهر سرکشی بکنه یک دلیلشم همین همون مثل همون احساس مسئولیتش بود یعنی انصافا صد درصد مایه میذاشت از خودش آفدیست هم برای خانوادش وقتی که اومده بود توی کردستان ما توی جایی بودیم یعنی وضعیت زندگیمون بی‌نهایت سخت بود چون ما یه سازمانی بودیم رفت درگر خب امکانات مالیمون ضعیف‌تر به نسبت کومله به نسبت دونالات رو بکنم و این یادم هست یه صحبتی با من کرد همیشه یادم میمونه من به اینجا بدرستی بازم اشاره کردم اینکه بچه شو اسمشو گذاشته فوار همونجا یادم از خیلی از رادیکالیسم کومله خیلی خوشش میمد چون صحبت کرده با اینجا تاریخ و بایستی بگم آدم رادیکال بود خواهان تغییر رادیکال بود در جامعه و آدم برابری طلب بود چون من یک خانواده سیاسی هم یه اون بزرگ شده و پدرشون توده این بود زمان خیلی شده این اشاره کرد آنیده تکرار این مسائل نیست و بی نهایت انسان شریف چنان که اشاره شد کامل مهربان کم بی مدع بی ادعا و زمانی یک وقت عمل میشه وقتی کار میشه اینا اهل عمل بیش از هر چیز این که بسیار آدم معدلی بود در شیوه برخورد با دیگران و تو احساس میکردی یعنی جوری انگار این آدم برخورد میکرد با دیگران انگار که خودش هیچی نبود و انصافا در حال که این همسرش به درستی به این نقطه اشاره کرد انصافا و اینجور آدم هایی وقتی که میرن آدم از یادشون محال به ساز یاد بره چون که میدونی حرف آدم ها میتونن زیاد حرف بزنن ولی وقتی که میرسن به جاهایی که لازمه تو مایه بذاری اینا و نحوه برخورد به انسان های دیگه خیلی 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 مؤثر این انسانی بود که توی این زمین انصافا معلم بود و میشد ازش یاد گرفت من شخصا بی نهایت متاسف شدم از رفتنش رفتن نابجاش حیف که توی اون سن جوانی در حالی که میتونست خیلی بیشتر بمونه و مؤثر باشه ما رو ترک کرده مجددا من به همه تک شما دوستا و رفقام تسلیت میگم و بخصوص به خانوادش تک خانوادش و همسر مهربانش ممنون کاهبه عزیز خب عزیز دیگه ای هست که صحبت کنه و اگر حالا نیست رفیق محمد عزیز تا رفیق محمد میاد من هم یک خاطره رو براتون بگم همونجوری که توی صحبت همه هست رفیق پردیس انسان محسوس نامحسوس بود یعنی اون که حضورش با مبالغه نبود بنابراین حضورش رو کمتر حس میکردی اگرچه حضور موثری بود در اغلب آکسیونهایی که تو شهر داشتیم توی هانوفر که همه نیروهای سیاسی خوشبختانه مشترکاً با هم این کار انجام میدن در این تظاهرات ها کارش ذهن میکرد و میامد شرکت میکرد یه روز من دیدم که پردیس توی سرما با آسین کوتاه آمده ما همه گلارم بخنده میدونه این حدوده ما همه لباس پوشیده بودیم سرد بود هوا ولی پردیس با یه آسین کوتاه رفتم گفتم که خورت ماشا تو سرما نخوری گفت نه من با آتش درون گرمم هیزومش از عشق به مردمه و نفرت از جمهوری اسلامی
درود میگم به همه ی حاضرین، تسلیت میگم به خانواده رفیقان پرویز، همچنین تسلیت میگم به همه ی انسان هایی که در راه آزادی، در راه آرمان پرویز قدم برمیدارن و قدم میزن. من 17 سال در من آمدم کارافه و از همون سال اول با رفیقون پرویز آشنا شدم توی گاردن هاوس. راجب ویژگی های این رفیقون همه صحبت کرد. در طول این 17 سال هیچگاه نشد من با این شخص روبرو بشم و سلام علیکم اون با لبخند ایشون نباشیم. و ویژگی دیگه ای که دیگه من نام نمیبرم، اونتا خاطره ای که من دارم نمیدارم 16 سال 15 سال یکی دو سال بودم خانفر بودم، به چی مناسبت رفیق پرویز با یک گلدون اومد بانی من یادم نیست به چه مناسبت بود. میدونم که میخواست کیوس باز کنه، هنوز کیوس رو باز نکرده بود. منم تا اون زمان تو خونم اصلا اهل گلدون و گل اینا نبودم، ولی خب ایشون لطف کرده گل برده بود. بعد کلی نشستیم چون من تو کیوس کار میکردم، تجاربه از کیوس پرسید. بالاخره ما اون چیزی که تجربه کارگری داشتم بهش منتقل کردم و بالاخره صحبت کردیم و رابطمون خیلی برقرار شد. بالاخره من مانده بودم که تا حالا تجربه گل نگه داشتن ندارم، با این گل چهار میکنم. تا حالا هر کس میومد گلی برای من میومد، خمانه متحاله کادو میوردم برای تصدیه، ولی این حیفم اومد ببرم، واقعا حیف. گل نگه داشتم، سر اصلاح شد، خاک شعبست کردن، تب خاک شعبست کردن، این دوتا شد خودش، یعنی ریشه دوتا بود. بالاخره دوتا شد، از این زمان من باعث شد که علاقه من نیمه گل پیدا بکنم و از اون زمان تا به حالا هیچ وقت کنه من بدون گل گیاه نبوده. و این واقعا بهترین خاطره بود که من از این داشتم. از اون زمان رابطه ما با پرویز برقرار شد. البته سنی از این گذشته یادم نیست، نمیدونم در چه رابطه ای من و دکتر حسن و رفیق پرویز با هم یک رابطه برقرار شد. الان خاطرم نیست چجوری شد که ما اتفاق پیش هم قرار داشتیم. بعد ما با این دکتر حسن خوب میرفتیم، خیلی جا میرفتیم، گاهی با هم دیگه میشستیم راجی مسائل صحبت میکردیم، ولی تو خانفر مقید بودیم که به دیدن دو نفر بریم که این هر دوتا کیوس داشتن، یکیش پرویز بود، یکیش هم بهرام بود که همه تو جریان بهرام هست، این خانمش هم رابعه الان اینجاست. ما نه به طور مرتب ولی میرفتیم پیش اینا، میشستیم یک دو ساعت سه ساعت صحبت میکردیم. همه این ویژگی هایی که گفتم خب واقعا برای من زنده شد که با چه مهربانی از ما پذیرایی میکرد تو همون کیوس بشیم. رابطه خانوادگی پیدا نکرد ولی
اینا هر وقت که می آمدن با سویا خانم توی پارک که خیلی معروف بود، محل خاصی هم داشتن، به منم اطلاع میدادن یا من اطلاع پیدا میکردم، منم میرفتم شرکت میکردم. بالاخره خیلی گرم و صمیمی بودن واقعا. از این نظر که برای با واقعا آموزگاری بود با این که سنی از من گذشته، من این ویژگی رو در هیچ کس ندیدم که همیشه حتی در حالتی که موضوع خنده هم نیست، موضوع عادی هم نیست، مثلا ممکنه اوقات تلخی هم توش باشه، ولی ایشون رو همون کاری رو که مثلا در مورد یک واقعی خیلی هم خوشایند نیست ولی با چهره خندان میدیدم و این ویژگی بود که در ایشون یادش گرامی باد. امیدوارم که قم آخر خانوادهش و همه ما باشیم. ممنون در تو کامل عزیز. آیا عزیز دیده این میخواد صحبت کنه؟ هرشان بیم. من تسلیت میگم به همه شما، خصوصا خانوادهش. من یه چیز کوچیکی توی فیسبوک همون روز به خبر رو شنیدم نوشته بودم. پریز جان مهربانم رفت و دنیای ما را واگذاشت و غم سنگین و بهار ما نشاند. انسان شریف و مهربان و متحدی که به زندگی و انسان عشق می‌ورزی، رویاهای شادمانی کودکی را با خود داشت که لحظه‌های شادی دوستی و مهربانی و همبستگی انسانی و مبارزه برای آزادی و برابری در هر گوشه از جهان او را به وجد می‌آورد. نگاه مثبت و مهربانانه‌اش به انسان، قدرت بدنی و پهلوانانه‌اش، لبخندها و دست دادنهایش، رابطه‌اش با پدران، همه ما را بر ماندگاری و همراهیش با نیروی زندگی برای سالهای طولانی امیدوار می‌ساخت. خبر سکته‌اش، مرگش، خاموشش چون سایه‌ای بر من فرود آمد. باور به مرگ ناباورانی‌ام پرویز برایم شوکی‌ست که با من خواهد ماند. همچون یادآوری مهربانی‌هایش، خنده‌هایش، دست دادن‌هایش، رفاقتش خواهد ماند. پرویز جان، یادت همواره ماندگار. پیشنهاد شد که به خاطر حضور مهربان پرویز در این جمع یک طریق دست بزنیم.